یه روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل شده است، می فرماید عبد رجل من بنی اسرائیل 40 سنه. از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل عباد و زهاد زیاد داشته، از فاصله بین حضرت موسی و حضرت عیسی طولانی بوده و عباد زیادی در اون عصر بودن. خبرها و روایتهای زیادی هم از اونها رسیده. عابدی انسانی 40 سال مشغول عبادت شد، بعد فقرب قربانن فلم یقبل منه. یک وقتی پیدا شد همه قربانی آوردن به درگاه خدا، این هم یه قربانی. تو ذهنش این بوده، ظاهرا معلوم میشه که بعد از 40 سال قربانی چطور میشه که قبول نشه. 40 سال در برابرش سجده کردم، قربانی مرا قبول نکنه. قربانی کرد فلم یقبل، بعد برگشت به خودش خطاب کرد. یه چند دقیقه 40 سال گذشت و قبول نشد، فوبخ نفسه، توبیخ کرد خودش، گفت من که اتیتو، ای نفس تمام ناراحتی ها معلوم میشه سر توست، از تو این جرم، از تو این عقوبت به من رسید، و من ذنب الا منک، گناه داری معلوم میشه خدا قبولت نکرده. خدا خطاب کرد به خودش، نمیدونم، به پیامبری در عصر، به این عابد بگویید توبیخو کرد نفسه کرد، این مطالعه نفس کردی، حالا برگشتی به خودت، حالا فهمیدی. مطالعه نفس و درک نقص نفس و توبیخ نفس در عرض این 4 دقیقه مثلا از اون 40 سال عبادتت افضله، این افضل از اونه. خیر و عبادت الانسان، افضل و عبادت الانسان از تفکر، مطالعه نفس، مطالعه نفس کنی ان شاء الله.